به نام خدا، سلام، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. امروز ما قراره که ایشالله فصل هفتم رو تموم کنیم. مبحث تقسیم چند جمله‌ای ها رو بگیم. تقسیم داریم، دو نوع تقسیم توی چند جمله‌ای ها از اواخر فصل هفتم. در واقع ما یه تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای داریم، یه تقسیم چند جمله‌ای بر تک جمله‌ای داریم. ببینیم بچه ها، الان با مثال من بهتون توضیح میدم. سوال یک برگشته گفته که عبارت های زیر را ساده کنید. خب ببین، این مورد الفی که الان تو داری نگاه میکنی، این رو اگه یادت باشه توی فصل پنجم توی عبارت های جبری و اتحادا خوندی. ببین، داستان از این قراره که الان اینجا یه دونه جمله داره به یه دونه جمله چی میشه؟ تقسیم میشه. یه دونه جمله 36 آ به دو سه دو داره تقسیم میشه به منفی 27 تا آ دو به سی 4. خب ببین، اینجور تقسیم ها رو بلدی انجام بدی دیگه. اول میای ضرایب رو با هم ساده میکنی، 36 به 9 4، 4 9 تا 36 تا، 27 به 9 3 9 تا 27 تا، درست شد؟ بعد ببین اینجا این آ رو میام با این آ دو ساده میکنم، میشه آ. اینجا به دورم میام با بی ساده میکنم، یه دونه پایین که کلا میشه یک، بالا بی میمونه. سی دو هم با سی چهار ساده کنم، سی دو میشه یک، سی چهار میشه چی؟ سی دو. خب ببین، یه دونه منفی هم که اینجا داری، حواستو جمع کن سر علامتا. بالا چی مونده؟ بالا یه چهار مونده، یه بی مونده، یه دونه یک مونده، یعنی میشه چهار بی. چهار بی ضرب در یک میشه چهار بی. پایین یه دونه منفی مونده، منفی 3 آ سی 2، منفی 3 آ سی 2. خب ببین، الان من اومدم یه دونه یک جمله‌ای رو به یه دونه یک جمله‌ای چیکار کردم؟ تقسیم کردم. خب خیلی ساده بود، یه دونه یک جمله‌ای اومد به یه دونه یک جمله‌ای چی شد؟ تقسیم شد. اما الان تو مورد ب اگه دقت داشته باشین، خب میدونم مسلمه بچه سوال ندارین، یه چیز خیلی ساده بود. سوالی که ندارین بچه در رابطه با مورد الف، سوالی که نیست. اگه سوالی نیست من برم مورد برو حل کنم، توضیح بدم داستانشو. خب ببینیم بچه ها، توی مورد ب قشنگ حواستون باشه، ما یک عبارتی داریم توی صورت 9x منهای 3x2 منهای 7x به روی چی؟ منفی 3x2. ببین، داستان از این قراره که صورت یه دونه چند جمله‌ایه، مخرج یه دونه تک جمله‌ایه. یعنی من دارم یه دونه چند جمله‌ای رو، چند تا جمله داره، دارم به یه دونه تک جمله، یه دونه عبارت دارم چیکار میکنم؟ دارم تقسیم میکنم. خب ببین، کاری که باید انجام بدی، باید تفکیک کسرها بدی. یعنی یه بار شما باید بیای 9x رو به این عبارت تقسیم کنی، یه بار باید بیای چیکار کنی؟ باید بیای منفی 3x2 رو به این عبارت تقسیم کنی، یک بار هم باید بیای چیکار کنی؟ منفی 7x رو به این عبارت تقسیم کنی. ولی خب از اونجایی که حالا میشه گفتش که باید ما اون چیزی که کتاب درسی به ما گفته ما باید شبیه اون بنویسیم، باید بیایم اول بنویسم 9x به روی منفی 3x2، 9x به روی منفی 3x2. بعد ببین عبارت، یه دونه منفی 3x2 دارم، یه دونه منفی 3x2 پایین دارم. ببین این منفی با این منفی، این منفی با این منفی میشه مثبت، مثبته. ببین منفی با این منفی میشه چی؟ میشه مثبت، میشه مثبته 3x2 به روی 3x2، درست شد؟ خب یه دونه منفی دارم اینجا، منفی 7x به روی منفی میشه منفی در منفی، بازم میشه مثبت، میشه مثبت چی؟ 7x به روی 3x2، 7x به روی چی؟ به روی 3x2. پس من اومدم چیکار کردم؟ در واقع اومدم کسرامو تفکیک کردم دیگه، از روش تفکیک کسرا رفتم. حالا عبارتایی که بچا باقی میمونه، اون عبارتایی که باقی میمونه رو چیکار میکنم؟ ساده میکنم، مثل همون حالت چند جمله‌ای به چند جمله‌ای عبارتامو ساده میکنم. الان اگه دقت داشته باشی، ببین x به توان 3 با x به توان 2 ساده شه x میمونه، 9 هم تقسیم بر منفی 3 بشه میشه منفی 3 تا x، منفی 3 تا x.
خب 3x2 هم با 3x2 میره، یه به اضافه یک در واقع میمونه، میشه به اضافه 1 یکم میشه چقدر؟ 1 یکم میشه 1 به اضافه یه. ببین 7 با 3 که ساده نمیشه، ولی این x با این x2 ساده میشه، پایین یه دونه x میمونه، میشه 7 به روی چی؟ 7 به روی 3x. آقا اینی که الان داری نگاه میکنی حاصل ساده شده در واقع عبارت مورد چیه؟ عبارت مورد ب هست. یه نگاهی بنداز اگه سوال نداری بریم سراغ سوال بعدی. بچه چند جمله ای به تک جمله ای یا تک جمله ای به تک جمله ای فوق العاده ساده است. خب بچه سوال نداری؟ سوالی نیست؟ خیلی خوب. آقا مورد جیم هم اگه دقت داشته باشیم بچه ها، مورد جیم، توی مورد جیم بچه ها دوباره ما یه دونه تک جمله ای داریم، من اینجا می نویسم براتون، یه دونه تک جمله ای داریم، نگاه کن، رادیکال 125، رادیکال 125 A3B4C5 به روی مخرجمونم رادیکال 20 AC3 هست. خب ببین کاری که باید انجام بدی، باید بیای اول ضرایب رو به هم تقسیم کنی. ضرایب رو به هم تقسیم کنیم، ضرایب منظورمون چیه؟ این عددهای پشت متغیر. خب یعنی الان رادیکال 125 و رادیکال 20 رو اول بیا ساده کن با هم. خب البته ببین نیای بگی اینو جذر دارم، اینو جذر ندارم، باید بیای چیکار کنی در واقع به صورت ساده کردن رادیکال ها که توی فصل 4 یاد گرفتی اون شکلی عمل کنی. آ و آ هم که معلومه، بی هم که اصلا با چیزی ساده نمیشه، سی 3 و سی 5 هم که تکلیفشون معلومه. آقا رادیکال 125 رو یادت میاد دیگه، رادیکال 125 رو یادت میاد، میومدی میگفتی آقا فرجه‌ای که اینجا هستش فرجش چند؟ فرجش 2. وقتی فرجه 2 هست تو باید یه کاری انجام بدی، تو باید بیای 125 رو جوری تجزیه کنی که یه توان 2 تولید کنه با فرجه 2 چی بشه؟ ساده بشه. یعنی الان 125 رو میتونم بنویسم 5 به توان 2 ضرب در 5، 25 ضرب در چی؟ 5. اینجا توان 2 با فرجه 2 ساده میشه، عبارتی که میاد بیرون 5، یعنی 5 میاد پشت رادیکال به عنوان ضریب قرار میگیره، 5 ضرب در رادیکال 5. خب 5 رادیکال 5. رادیکال 20 هم که تکلیفشو میدونی دیگه، اینجا هم باز فرجه 2 هست، میشه رادیکال چی؟ 20 رو میگن چی؟ 2 به توان 2 ضرب در 5. یه جوری مینویسم این توان 2 تولید کنه با فرجه 2 ساده بشه، این 2 بیاد پشت. خب 2 بیاد پشت میشه چقدر؟ میشه 2 رادیکال 5. خب پس ببین الان اینجا من به جای این عبارتی که داری نگاه میکنی، به جای این عبارت، به جای رادیکال 125 چی مینویسم؟ 5 رادیکال 5 مینویسم، مینویسم 5 رادیکال 5 A3B4C5 به روی مخرجمونم که رادیکال 20 هم که میتونی چیکار کنی ساده شده شو بنویسی، یعنی میشه 2 رادیکال 5 AC3. خب یه ساده سازی هم انجام میدم الان، رادیکال 5 با رادیکال 5 میره، A3 با A ساده بشه، از A3 یه دونه آب توان یک برداری، آب توان چند میمونه؟ آب توان 2 میمونه. خب بیچار هم که با چیزی ساده نمیشه، خودش میمونه. C5 و C3 کلن ساده بشه میشه چی؟ میشه C2. خب ببین بالا یه دونه 5 مونده، یه دونه A2 مونده، یه دونه C2 مونده، مخرج هم که کلن فقط یه دونه 2 مونده دیگه، 2 ضرب در 1 ضرب در 1 مخرج میشه 2. پس الان بالا حاصل عبارت بالا میشه چی؟ حاصل عبارت بالا در واقع میشه 5 تا A2 C2 به روی 2. این شد به نام خدا در واقع عبارت ما تو الان چی گفتیم بچه‌ها؟ تو سوال اول تقسیم در واقع چند جمله ای بر تک جمله ای گفتیم، بالا تو صورت یک کسری داریم، تو صورت چند تا جمله داریم، مخرج یه دونه جمله است، دونه دونه میام چیکار میکنم؟ تفکیک کسرا میرم. یه دونه هم داستان چی رو گفتیم؟ تقسیم یک جمله ای به یه جمله ای، یه جمله ای به یه جمله ای که اول اومدیم چیکار کردیم؟ ضرایب رو با هم ساده کردیم، بعد اومدیم متغیرها رو بر حسب توانی که دارن چیکار کردیم؟ ساده سازی رو انجام دادیم. فعلا این مبحث رو گفتیم. ببینم بچه‌ها اگه سوالی دارن. آره به 4 هم موند، یه دونه به 4 هم موند، دقیقاً درسته، یه دونه به 4 هم موند، چون به 4 هم ساده نشد دیگه، یه به 4 هم تو صورت داشتیم، گذاشتم به 4 رو گذاشتم. خب سوال نداریم بچه‌ها؟ سوال چیزی ندارین؟ بریم اصل کار رو شروع کنیم، درس اصلیمون رو شروع کنیم. خب عرضم به خدمتتون که دانش آموزای عزیز توجه داشته باشن. ببینیم بچه ها سوال بعدی
سوال بعدی فوق العاده بچه‌ها سوال مهمی 100 درصد توی در واقع میشه گفتش که دیگه امتحانات مدرسه تون حتما سوال میاد. اشاره گذاشتم. قشنگ گوش بدین حواستون هم باشه. ببینیم بچه‌ها ما یه داستانی داریم. خوب گوش بدین قشنگ خوب گوش بدین. ما یه داستانی داریم الان. خب اونم اینه که می‌خوایم یه کاری انجام بدیم. چه حرکتی می‌خوایم بزنیم؟ می‌خوایم یه دونه چند جمله‌ای رو ببین یه دونه چند جمله‌ای رو این چند تا جمله است؟ 3 تا جمله است. یه دونه چند جمله‌ای رو می‌خوام به یه دونه چند جمله‌ای تقسیم کنم. این 3 تا جمله داره، این چند تا جمله داره؟ 2 تا جمله. یعنی چند تا جمله به چند تا جمله قراره تقسیم بشه. تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای. ببین خب این تقسیم رو باهاش آشنایت داری. بهش میگن چی؟ بهش میگن تقسیم چکشی دیگه. یه جورایی حالا یه اسم کوچه بازاری اگه بخوایم براش بذاریم. بهش میگن چی؟ بهش میگن تقسیم چکشی. داستان چیه؟ داستان اینه که ببین وقتی خواستی یه دونه چند جمله ای رو به یه دونه در واقع چند جمله ای تقسیم کنی، خب من اینا رو ببخشید البته من اینا رو یه بار معرفی کنم برای شما دیگه باش آشنایت داری. ببین این الان خب میدونی به این میگن چی؟ به این میگن مقسوم، به این میگن مقسوم علی. حالا اشکال نداره یه بار دیگه یاد بگیری به جای بر نمیخوره. به این میگم مقسوم، به این میگم مقسوم علی. این تیکه‌ای که اینجا مینوشتی بهش چی میگن؟ بهش میگن خارج قسمت. و بعد از کلی عملیات و اتفاقاتی که میفته اینجا چی نوشته میشه؟ اینجا باقی مانده نوشته میشه. درست شد؟ پس ببین مقسوم، مقسوم علی، خارج قسمت، باقی مانده. اینا رو یادت باشه. خب آقا وقتی میخوای تو تقسیم رو انجام بدی باید مقسوم رو ببین، باید مقسوم رو از درجه بیشتر به کمتر مرتب کنی. باید مقسومت رو قشنگ گوش بده. آقا مقسوم چیه؟ مقسوم این عبارته. مقسوم این عبارته. باید اینو از درجه بیشتر به کمتر مرتب کنی. خب خودش مرتب شده. خودش چی شده؟ خودش مرتب شده. اگه مرتب نشده بود، مثلا بر فرض مثال دارم میگم، اگر مقسوم تو 5x2 منهای 7x به اضافه 4x مثلا 5 به اضافه 1 بود، مثلا تقسیم بره بر فرض مثال x منهای 2 شده بود، مقسوم الان این عبارتی که داری نگاه میکنی و باید بر حسب درجه بیشتر مرتب کنی. یعنی آقا 4x 5 رو اول باید بنویسی، بعد منفی 7x رو باید بنویسی، بعد مثبت 5x2 رو باید بنویسی، بعد به اضافه 1. درست شد؟ یعنی ببین باید اول اگه یادت باشه تو فصل پنجم میگفتی بر حسب درجه بیشتر. خب یعنی از درجه بیشتر به کمتر میای چیکار میکنی؟ عبارتاتو در واقع مرتب میکنی بر حسب توانهای چی؟ صعودی به نزولی. آقا الان مقسوم اوکیه. خب مقسوم علی هم باید همین ویژگی رو داشته باشه. مقسوم علی هم باید از درجه بیشتر به کمتر. خب آره دیگه از درجه بیشتر به کمتر اوکی شده دیگه. اینجا توانش یکه، بعد توانش میشه چی؟ x به توان 0. توانش یکه، بعد میشه x به توان 0 هم که x به توان 0 هم هر چیزی به توان 0 میشه 1. پس ببین اول متغیر تو اولویت، بعد عدد. اینجا هم کاملا رعایت شده. پس ببین در قدم اول توی تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای کاری که باید انجام بدی اینه که باید بیای درجه هاشو مرتب کنی، یعنی از درجه بیشتر به کمتر. خب بعد از این که این کار رو انجام دادی، ببین اصل کار اینجاست، اصل کار اینجاست. خوب گوش بده. ببین باید بیای توی مقسوم، توی مقسوم نگاه کنی اینجا، توی مقسوم باید بیای اون عبارتی که بیشترین درجه رو داره، اون عبارتی که بیشترین درجه یا بیشترین توان رو داره، اون چیه؟ 3x2. اونو پیدا کنی. خب اونو بیای به بیشترین درجه، ببین به بیشترین درجه، بیشترین توان متغیر مقسوم علی تقسیم کنی. یعنی الان اینجا من باید بیام یه گوشه کناری بنویسم 3x2، یه گوشه کناری بنویسم 3x2 تقسیم بر چی؟ تقسیم بر x. باید بیام بنویسم 3x2 تقسیم بر x. قطع شد باز؟ اوکیه؟ خب بچه تصویر اومد؟
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب حواستون اینجا باشه بچه. ببینین 3x2 رو باید تقسیم برای چی بکنم؟ x بکنم. ببین بیشترین درجه مقسوم علیه به بیشترین درجه مقسوم به بیشترین درجه مقسوم علیه باید تقسیم بکنم. آقا 3x2 تقسیم برای x میشه چی؟ میشه 3x. ببین وقتی اومدی بیشترین درجه مقسوم علیه رو به بیشترین درجه مقسوم علیه تقسیم کردی، اینو کجا باید بنویسی حاصلشو؟ اینو باید تو خارج قسمت بنویسی. یعنی الان من باید بیام این 3x که به دست آوردم رو کجا بنویسم؟ این 3x که به دست آوردم رو تو خارج قسمت بنویسم. خب 3x که به دست آوردم رو از تقسیم 3x2 به x باید توی خارج قسمت بنویسم. خب بعد از اینکه اومدی توی خارج قسمت نوشتی، باید این چیزی که توی خارج قسمت نوشتی رو خوب گوش بده، این چیزی که الان توی خارج قسمت نوشتی رو هم تو x ضرب کنی هم توی 2 ضرب کنی، هم تو x ضرب کنی هم توی 2 ضرب کنی. و بعد از اینکه اومدی ضرب رو انجام دادی چیکارش کنی؟ قرینش کنی. نگاه کن ببین، الان اینجا 3x ضرب در x بشه میشه 3x2، قرینش کن یه منفی میذارم. 3x ضرب در مثبت 2 بشه میشه مثبت 6x، قرینش کن منفی 6x. حالا بیا چیکار کن؟ حالا بیا این عبارتایی که داری نگاه میکنی، منفی 3x2 با 3x2 ساده میشه، 8x با منفی 6x میشه چقدر؟ میشه در واقع 2x. جمع و تفریق کنم، منفی 5 هم که با چیزی جمع و تفریق نمیشه، خودشو میام اینجا مینویسم. درست شد؟ خب حالا ببین کاری که باید انجام بدی چیه؟ الان تو یه دونه مقسوم جدید به دست آوردی، حالا باید بیای اینجا دوباره بیشترین درجه این مقسوم جدیده رو 2x رو دوباره تقسیم بر x کنی. یعنی دوباره یه گوشه کناری 2x رو میای تقسیم بر x میکنی، x با x ساده میشه، حاصل میشه چند؟ 2. این 2 رو باید کجا بنویسی؟ این 2 رو باید توی خارج قسمت بنویسی. خب ببین این 2ی که داری نگاه میکنی و میای توی خارج قسمت بنویسی، 2 یا همون مثبت 2 دیگه، اینها مثبت 2 توی خارج قسمت بنویسی. بعد دوباره کاری که انجام میدی، دوباره میای این چیزی که توی خارج قسمت نوشتی رو هم توی این ضرب میکنی هم توی این ضرب میکنی. یعنی مثبت 2 رو میای ضرب در چند میکنی؟ مثبت 2 ضرب در x مقسوم علیه، مثبت 2 ضرب در x مقسوم علیه میشه 2x، قرینش کن منفی 2x. هر چی ضرب میکنی تو مقسوم علیه قرینه بشه. آقا 2 ضرب در مثبت 2 میشه مثبت 4، قرینش کن منفی 4. خب ببین الان 2x با منفی 2x ساده میشه، میشه 0. منفی 5 منفی 4 میشه منفی 9. آقا تمام شده رفت دیگه، این منفی 9 نمیتونه به x به اضافه 2 تقسیم بشه. این چیه الان؟ این الان باقی مانده است، باقی مانده شد منفی 9، خارج قسمت هم شد چی؟ 3x به اضافه 2. ببینم بچه ها سوال دارین بپرسین از من؟ سوال دارین از من بپرسین؟ باز مثال حل میکنم. آره. اصلا کلن طولانیه سروش جان، کلن تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای اگه بخوای نهمی بنویسی طولانیه. تستیشم یاد میدم که چی کار کنین چجوری سریع به جواب برسین. فعلا شما اینو باید یاد بگیری، یعنی به عنوان دانش آموز پایه نهم باید شما تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای روالشو اوکی باشین. من یه مثال دیگه هم بزنم خواهشاً حواستو اینجا باشه. الان بچه ها کلیات کار رو فهمیدین چی کار میکنیم؟ نگران نباشید، باز من مثال میزنم براتون. کلیات کار رو متوجه شدین که چجوریه؟ فهمیدین باید چی کار کنیم؟ چه حرکتی باید بزنیم؟ خب ببین پس قشنگ حواست باشه، من میرم برای حل یه مثال دیگه. قشنگ حواست اینجا باشه خوب گوش بده. بریم برای حل یه مثال دیگه. نگاه کن مثال بعدی داشته باش. ببین خوب گوش بده، قشنگ حواست اینجا باشه. ببین الان تو یه دونه چند جمله ای داری، سه تا جمله است، داره تقسیم میشه به یه چند جمله ای، دو تا جمله است. ببین کاری که انجام میدی، قدم اول ببین، شماره 1
شماره یک، مرتب سازی جملات بر حسب درجه بیشتر. آقا یعنی اول تو باید بیای جملات تو مرتب کنی، یعنی ببینی که آقا مقسوم تو، مقسوم تو و مقسوم علیه تو بر حسب توانهای بیشتر مرتب شدن. میگم بله آقا، 3x2 توانش 2ه، منفی 2x توانش 1ه، 1 هم که عدد ته داستانه. اینجا هم توی در واقع داستانی که داری نگاه میکنی توی مقسوم علیه توان x مون 1ه، توان بعدی هم که خب توان نداره، عدد ته داستانه. خب آقا مرتب هستن، حالا من باید چیکار کنم؟ حالا کاری که من باید انجام بدم، ببین خوب گوش بده، کاری که باید انجام بدم بیشترین درجه و بیشترین عبارتی که الان داری نگاه میکنی از لحاظ توان 3x2ه، باید به بیشترین عبارت این مقسوم علیه از لحاظ توان و درجه چیکار کنی؟ تقسیم کنی. آقا میای یه گوشه کناری چیکار میکنی؟ برمیگردی میگی 3x2 تقسیم بر x بشه، 3x2 تقسیم بر x بشه. آقا 3x2 تقسیم بر x بشه، x با x2 ساده میشه، میشه x، 3x میمونه. اون چیزی که میمونه رو کجا می‌نویسی؟ تو خارج قسمت می‌نویسی. اون چیزی که میمونه رو کجا می‌نویسی؟ تو خارج قسمت می‌نویسی. الان من تو خارج قسمت چی باید بنویسم؟ تو خارج قسمت باید بنویسم 3x. درست شد؟ تو خارج قسمت باید بنویسم 3x. آقا 3x رو من نوشتم، حالا چی کار کنم؟ این 3x-ی که توی خارج قسمت نوشتی رو باید بیای تو این x و تو این منفی 1 ضرب کنی. وقتی این 3x رو خارج قسمت رو تو تک تک جملات مقسوم علیه ضرب کردی، باید جوابش رو اینجا زیر مقسوم بنویسی. الان 3x رو من بیام چیکار کنم؟ ضرب کنم در داخل چی؟ 3x رو من بیام در داخل x ضرب کنم، میشه 3x2. ببین؟ میشه چی؟ میشه 3x2. خب 3x2ی که داری نگاه میکنی و باید توی منفی ضرب کنی. هر چیزی اینجا خارج قسمت و مقسوم علیه رو ضرب کردی باید قرینش کنی. الان 3x ضرب در منفی 1 میشه چقدر؟ میشه منفی 3x. قرینش کن، مثبت 3x به روی. آقا الان میام ساده سازی رو انجام میدم. ساده سازی رو انجام میدم یعنی چی؟ یعنی 3x2 با منفی 3x2 ساده میشه، جمع و تفریق میکنم. منفی 2x با مثبت 3x میشه چقدر؟ مثبت 1x یا مثبت x به اضافه چند؟ به اضافه 1. الان دوباره تو باید بیای اینجا، دوباره تو باید بیای اینجا. این الان یه مقسوم جدیده، الان این باید تقسیم بر دوباره x منهای 1 بشه. دوباره بیشترین درجه مقسوم جدید، دوباره بیشترین درجه مقسوم جدید هم چنده؟ 1x. تو باید بیای الان 1x رو، ببین یک x رو تقسیم بر دوباره این x کنی. آقا این x همیشه ثابت ها، همیشه تقسیم بر این x میکنی، ساده میشه، میشه چقدر؟ میشه مثبت 1. آقا مثبت 1 رو کجا باید بنویسم؟ ببین هر چیزی اینجا تقسیم میکنی باید تو خارج قسمت بنویسی. مثبت 1، مثبت 1 رو الان اینجا نوشتی، باید بیای این مثبت 1 رو ضرب کنی داخل این منفی 1 و x. مثبت 1 ضرب در x میشه مثبت x، قرینش کن میشه چقدر؟ میشه منفی x. قرینش کنم چقدر میشه؟ قرینش کنم میشه منفی x. مثبت 1 ضرب در منفی 1 میشه چقدر؟ میشه در واقع منفی 1، قرینش کن مثبت 1. آقا این دوتا رو هم با هم ساده میکنم، مثبت 1 مثبت 1 میشه مثبت 2. باقی مانده چقدره؟ باقی مانده مثبت 2. باقی مانده چقدره؟ باقی مانده مثبت 2، خارج قسمتمون هم 3x به اضافه 1. به من بگو ببینم متوجه شدی؟ ببینم فهمیدی داستانو؟ خب ببینیم بقیه بچه‌ها، به جز نیما ببینیم بقیه بچه‌ها متوجه شدن داستانو؟ خب خانم مهتابان خیلی خوب، من روش تستیش هم میگم بهتون بچه ها، روش تستیش هم بهتون میگم که چجوری سریع باقی مونده رو پیدا کنیم، سریع در واقع خارج قسمت رو به دست بیاریم. یه روشی هست به نام روش هورنر، حالا بهتون یاد میدم. خب بریم یه مثال دیگه حل کنیم. آقای در واقع محمدیان، مهدی محمدیان، بریم یه مثال دیگه حل کنیم، بعد میخوام یه مثال بدم شما حل کنین. خب
عرضم به خدمتتون که بله اینجا توانمون چنده؟ ببین سوال نمونه دولتی و تیزهوشانه 95 اینجا توانمون 3 هست. خوب گوش بده، خوب گوش بده قشنگ. خب خیلی خوب، صدا رو داریم بچه ها؟ بریم برای سوال بعدی. خب ببینیم بچه ها، اومده گفته 4x منهای 2x2 منهای 5، 4x منهای 2x2 منهای 5. ببین این تقسیمه رو این شکلی بنویس، تقسیم برای، تقسیم برای چه عبارتی بچه ها؟ تقسیم برای 2x منهای 3. اوکیه؟ یه دونه چند جمله ای دارم، یه دونه چند جمله ای دارم، دارم به یه دونه چند جمله ای چی کار میکنم؟ تقسیم میکنم. خیلی خوب، فعلا بچه ها، سینا جان فعلا حواست به این مثال، ببین همه مثال شبیه هم ها، همه مثال شبیه همه. سینا جان فعلا اینو گوش بده، اینو گوش بده، اینو گوش بده. اوکی باشین بچه ها، این یه خورده میبینی مراحلش تو در تو در میاد، خیلی حواستون رو جمع کنید. یعنی الان من دارم شروع میکنم دیگه، چشت قشنگ به حل سوال باشه. ببین الان یه دونه چند جمله ای دارم، خوب گوش بده حواست اینجا باشه، یه دونه چند جمله ای دارم به یه دونه چند جمله ای میخواد تقسیم بشه. آقا مقسوم تو درجهش مرتب شده است، میگم بله x به توان 3 x به توان 2 بعد عددم ته داستانه، مشکلی نداره. مقسوم علیه تو چی؟ اون هم مرتب شده است، میگم بله 2x توانش 1 بعدش خب ته داستان، همیشه ته داستان عدده. خب کاری که انجام میدی بیشترین درجه، ببین گوش بده، گوش بده، بیشترین درجه مقسوم رو به بیشترین درجه چی؟ مقسوم علیه میام تقسیم میکنم، یعنی در واقع میام میگم 4x تقسیم بر 2x، 4 و 2 ساده بشن میشه 2، x و x ساده بشه، x و x ساده بشه میشه چی؟ میشه x2، میشه 2x2. آها ببین هر چی اینجا به دست آوردی کجا می نویسی؟ اینو باید در بری بری تو خارج قسمت بنویسی، یعنی 2x2 رو کجا می نویسی؟ اینجا می نویسی. آقا 2x2 اینجا نوشتم. بعد ببین این 2x2 رو باید بیای توی 2x و منفی 3 ضرب کنی. ببین هر چی توی خارج قسمت می نویسی باید تو اجزای مقسوم علیه ضرب کنی، تو جملات مقسوم علیه ضرب کنی. قشنگ با من باش، 2x2 ضرب در 2x میشه 4x. قرینش رو اینجا بنویس، 2x2 ضرب در 2x شد 4x، قرینش میشه منفی 4x، اینجا بنویس. 2x2 ضرب در منفی 3 میشه منفی 6x2، قرینش رو اینجا بنویس، مثبت 6x2. بروی، خب ببین الان اینجا ساده میکنم، این با این ساده میشه، چی میمونه؟ یه منفی 2x2 دارم با 6x2 جمع و تفریق کنم میشه 4x2. منهای 5 هم که میارم اینجا مینویسم، با چیزی جمع و تفریق نمیشه. آقا الان من اومدم یه دونه مقسوم جدید تولید کردم، یه دونه مقسوم جدید تولید کردم که میتونم الان 4x2 بیشترین درجهش رو، بیشترین درجه مقسوم جدید رو به بیشترین درجه مقسوم علیه قبلی چیکار کنم؟ تقسیم کنم. یعنی الان من میام میگم آقا 4x2 تقسیم برای چی؟ 2x، دوباره این با این ساده میشه میشه 2، اینجا مینویسم x با x2 ساده میشه میشه x. این 2x رو کجا باید بنویسی؟ این 2x رو باید توی خارج قسمت بنویسی، 2x دیگه، مثبت دیگه، مثبت 2x، مثبت 2x، اینو تو خارج قسمت بنویسی. دوباره الان این مثبت 2x رو باید بیای چیکار کنیم؟ این مثبت 2x که داری نگاه میکنی باید بیای تو منفی 3 و 2x ضرب کنی. هر چی تو خارج قسمت می‌نویسی باید بیای در واقع توی جملات مقسوم علیه ضربشون کنیم. الان 2x رو اگر من بیام ضربش رو انجام بدم، 2x ضرب در 2x میشه 4x، تو قرینش کن منفی 4x، تو قرینش رو اینجا می‌نویسی، هر چی اینجا می‌نویسی قرینه می‌کنی. 2x ضرب در منفی 3 منفی 6x، قرینه کن
مثبت 6x. آها خب من یه خورده برم بالاتر. اینجا اتفاقی که میفته بچه ها اینه که دوباره 4x2 با 4x2 با منفی 4x2 ساده میشه، 6x که با منفی 5 جمع نمیشه، خودشو می‌نویسم دیگه، مثبت 6x با منفی 5. دوباره من میتونم تقسیم کنم، میگم بله من میتونم تقسیم کنم، دوباره یه مقسوم چی به دست آوردم، دوباره x دارم، متغیر دارم، یه مقسوم جدید به دست آوردم که آقا 6x رو 6x رو میتونم بیام دوباره تقسیم بر 2x بکنم. دوباره تقسیم بر چی بکنم؟ 2x بکنم. x با x ساده میشه، جواب میشه 3. 6 دوم میشه 3. 3 رو کجا مینویسم؟ 3 رو کجا مینویسم؟ 3 رو دوباره باید تو خارج قسمت بنویسم دیگه. دوباره این 3 رو میام توی 2x و توی منفی 3 ضرب میکنم. توی 2x و توی منفی 3 ضرب میکنم. مثبت 3 ضرب در 2x میشه چقدر؟ میشه 6x. قرینش کنم میشه چقدر؟ قرینش کنم در واقع میشه منفی 6x. درست شد؟ بعد ببین دوباره همین مثبت 3 که داری نگاه میکنی و ضرب در منفی 3 میکنم. مثبت 3 ضرب در منفی 3 میشه چقدر؟ منفی 9. قرینش مثبت 9. این دوتا ساده میشه، مثبت 9 با منفی 5 میشه مثبت چند؟ مثبت 4. این چی شد؟ این شد باقی مانده. بعد این عبارتی هم که داری نگاه میکنی این شد چی؟ کلن خارج قسمت. به من بگو ببینم متوجه شدی؟ متوجه شدی چجوریه داستانش؟ خب ببین یه مثال دیگه میارم. خب آقا یعنی انقدر تقسیم میکنیم که از x، آره آره آره، ببین انقدر تقسیم میکنی، تقسیم تو تا جایی انجام میدی سروش، تقسیم تو تا جایی انجام میدی که در واقع این ته داستان دیگه چیزی تقسیم نشه به مقسوم علیهت، یعنی درجه باقی مانده از درجه مقسوم علیه کمتر باشه. تو فیا خالدون داستان تقسیم کن دیگه، الان دیگه مثبت 4 که به 2x منهای 3 که سروش تقسیم نمیشه که. اوکیه سروش؟ اوکیه. خب آقا مثال بعدی رو میخوام وقت بدم خودت حل کنی ها. به من خارج قسمت و باقی مونده شو بگی، مثال بعدی رو بریم شما حل کنی ببینم. آها بذار من پس توضیح بدم، بذار مثال بعدی رو خودم توضیح بدم، یه لحظه صبر داشته باشیم بذاریم مثال بعدی رو خودم توضیح بدم. ببینیم بچه ها، اول شما بی زحمت من یه نکته میخوام بگم. خب الان این سوال خارج از مثالایی که هست اینجا، اینو خودم مینویسم، میخوام تو برام حل کنی. ببین الان بیا برای من x2 منهای 5x به اضافه 6 رو تقسیم کن. میخوام یه نکته بگم ها، این الان خودم دارم مینویسم، بعد میخوام نکته سوال 5 رو بگم. x2 منهای 5x به اضافه 6 رو تقسیم بر x منهای 3 کن. سریع این کارو انجام بده الان برای من. این عبارت رو بیا به این عبارت تقسیم کن، بعد من یه نکته بگم بهت. به من بگو باقی موندهش چند میشه، خارج قسمتش هم چه عبارتی میشه، بعد من نکته سوال رو بهت بگم، چون این سوال 5 توی امتحان نهایی اومده. خب میگه باقی مونده میشه 12 مهتابان، درست گفت، باقی مونده میشه 0، کاملا درسته. خارج قسمتش هم به من میگی مهتابان؟ سروش 0، باقی مونده 0. خب بله پروانه کاملا درست گفت، باقی مونده نه خارج قسمت x منهای 2 میشه، x منهای 3 نمیشه پروانه. خب بذاری من یه نکته بگم،
ببینم بقیه بچه ها چی میگن. بله مهدی محمدیان ایکس منهای دو درسته. پروانه فکر کنم درست به دست آورده موقع تایپ. اوکی حله. خب آقا یه لحظه نگاه کن، یه لحظه نگاه کن، گوشت با من باشه، گوشت با من باشه. ببین الان اینجا بله ایکس منهای دو نگاه کن. خب ببین طبیعتا دیگه یاد گرفتی، الان یه دونه چند جمله ای داری، داره به یه دونه چند جمله ای تقسیم میشه. خب ببین کاری که انجام میدی بیشترین درجه مقسوم به بیشترین درجه مقسوم علی تقسیم میشه. یعنی تو میای میگی آقا من x2 رو میام به x تقسیم میکنم ساده کنم، جواب میشه چی؟ ساده کنم جواب میشه x. این x رو کجا مینویسم؟ این x رو توی خارج قسمت مینویسم. اوکیه؟ x رو توی خارج قسمت مینویسم. آقا من x رو الان اومدم توی خارج قسمت نوشتم اینا اینجا، باید این x رو بیام هم تو این هم تو این ضرب کنم، x رو ضرب در x کنم، هر چی تو خارج قسمت می‌نویسی باید بیای توی مقسوم علی اجزاش جملاتی ضرب کنی. x رو من بیام توی x ضرب کنم میشه چقدر؟ میشه x2، قرینش کن منفی x2. x رو ضرب در منفی 3 کنم میشه منفی 3x، قرینش کن مثبت 3x. آقا این دوتا با هم ساده میشه، منفی 5x با مثبت 3x میشه منفی 2x، به اضافه چند؟ به اضافه 6. آقا چه اتفاقی میفته؟ الان من یه دونه مقسوم جدید به دست آوردم که باز بیشترین درجهش، بیشترین عبارتش منفی 2x که باید دوباره تقسیم بر این بیشترین درجه مقسوم علی بکنم. یعنی منفی 2x رو میام تقسیم بر x میکنم، x با x ساده میشه، حاصل میشه منفی 2. دوباره این لعنتی رو باید بیام کجا بنویسم؟ تو خارج قسمت باید بنویسم. یعنی منفی 2ی که داری نگاه میکنی و میارم اینجا بنویسم. درست شد؟ حالا این منفی دویی که داری میبینی و هم تو منفی 3 ضرب میکنی هم تو ایکسمون ضرب میکنی. آقا منفی 2 ضرب در ایکس منفی 2x، قرینش کنم مثبت 2x. منفی 2 ضرب در منفی 3 میشه مثبت 6، قرینش کنم منفی 6. آقا این دوتا با هم ساده میشه، این دوتا هم با هم ساده میشه، حاصل میشه 0. باقی مونده چقدر میشه؟ باقی مونده 0 میشه. خب باقی مونده 0 میشه خانم ستایش، باقی مونده 12 از کجا آوردی؟ 0 میشه. مثبت 6 منفی 6، ببین منفی 2 در منفی 3 شد مثبت 6، قرینه میکنی. ببین هر چی ضرب میکنی تو خارج قسمت و مقسوم علی قرینه‌شو پایین مینویسی. خب بچه نکته رو بگم بهتون، نکته رو بهتون بگم. ببین الان ما این همه خودمون رو کشتیم، خب این همه خودمون رو کشتیم، اومدیم مثلا بیشترین درجه اونو به بیشترین درجه این اومدیم چیکار کردیم؟ تقسیم کردیم. این همه خودمون اذیت کردیم برای چی آخه؟ برای یه دونه باقی مونده، برای یه دونه خارج قسمت. چهار ضرب در دو چیه؟ چهار ضرب در دو نبود یعنی چی؟ چهار ضرب در دو چی؟ کجا؟ کجا چهار داریم؟ کجا ضرب در دو داریم؟ چهار ایکس؟ نه چهار ایکس نداریم، چهار ایکس نداریم ایلیا. خب هلیا من الان همه چی اینجا میبینم به جز عدد 4. خب شاید الان منظورت اینه که منفی 2x و 2x، شاید اونجا یه 4x دیدی جمعشون ها. خب الان هلیا چی شد؟ من نکته رو بگم، نکته سوال رو بگم یا خب هیچی. خیلی خب آقا قشنگ گوش بده، قشنگ گوش بده، من یه چیزی بهت یاد بدم. ببین هر وقت تقسیمه، خوب گوش بده ببین چه نکته باحالیه، هر وقت تقسیمه، هر وقت تقسیمه چند جمله‌ای به چند جمله‌ای رو به تو دادن، آقا نمیدونم 100 جمله‌ای به 20 جمله‌ای، خب تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای به تو دادن، یه کاری انجام بده الان برای اینکه باقی مونده رو سریع پیدا کنی یه حرکتی بزن. خوب گوش بده ببین، من یه بار دیگه اینجا می‌نویسم، نگاه کن قشنگ، خوب گوش بده، ببین به شدت مهمه، به شدت مهمه. یعنی بخوام با هادرو راست باشم ایشالله توی سالهای آینده رشته ریاضی تجربی بری توی مبحث حد و پیوستگی به دردت میخوره. ببین من تصمیم گرفته بودم که بیام این عبارتو به این عبارت چیکار کنم؟ تقسیم کنم، یه خارج قسمت به دست بیارم،
یه خارج قسمت به دست بیارم، بعد از طی در واقع یه سری عملیات ریاضی به چی برسم؟ باقی مانده. آقا میدونی چی کار کن؟ برای اینکه سری باقی مونده رو به دست بیاری، خارج قسمت هم بهت یاد میدم، برای اینکه سری باقی مونده رو به دست بیاری این حرکت رو بزن. نگاه کن قشنگ، بیا یه حرکتی بزن. این مقسوم علیه مگه نیست؟ میگیم بله. مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار بده. ببین مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار بده یعنی چی؟ یعنی ایکس منهای 3 رو مساوی با صفر قرار بده. هر چی تو مقسوم علیه بود مساوی با صفر قرار بده. بعد منهای 3 رو بیاریم بر ایکس، چند میشه معادله حل کنی؟ یه معادله حل کنم ایکس هم چند میشه؟ ایکس هم میشه 3. خب ببین این ایکس مساوی با 3 که الان تو به دست آوردی، ایکس مساوی با 3 رو داخل مقسوم جایگذاری کن، تموم شد و رفت، به تو باقی مونده رو میده. ببین مقسوم علیه رو، هر عبارتی که توی مقسوم علیه بود اون رو مساوی با صفر قرار بده، ایکسش رو به دست بیار، ایکسی که به دست آوردی رو چیکار کن؟ داخل مقسوم جایگذاری کن، اون به تو باقی مونده رو میده. آقا ایکست مگه نشده 3؟ میگم بله ایکس هم شده 3. 3 رو بذار داخل این عبارت، 3 رو جایگذاری کنم به جای ایکس میذارم 3. 3 به توان 2، 5 ضرب در 3 به اضافه 6، 3 به توان 2 9، 9 و 6 15، 3 5 تا 15 تا با یه منفی منفی 15 تموم شد. باقی مونده چی شد؟ باقی مونده شد 0. باقی مونده شد 0. من نمیدونم بچه‌ها فکر کنم تازه از خواب بیدار شدن. این الان امیر محمد میگه 4x تو صورتو میگه، 4x تو صورتو میگه. نمیدونم سوال قبلی رو هنوز دارین میگین. بچه‌ها الان فهمیدین اینو؟ متوجه شدین چجوری سری باقی مونده به دست میاریم؟ الان خارج قسمتش هم بهتون میگم. خب خارج قسمت هم بگم بهتون چجوری پیدا کنیم، روش سری بریم. خب آقا بریم الان بعدی، نگاه کن خارج قسمت رو بریم. خارج قسمتمون چند شد بچه ها؟ ایکس منهای 2 شد. خب نگاه کن قشنگ، پس ببین اگه خواستی باقی مونده به دست بیاری، کاری که باید انجام بدی باید مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار بدی، ایکس رو پیدا کنی. ببین تمام اون مثالایی که تا الان حل کردیم، تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای، با این روش باقی موندهشون سریع به دست میاد. مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار بده، ایکسش رو پیدا کن، بعد چیکار کن؟ جایگذاری کن. خب آقا ما الان می‌خوایم خارج قسمت به دست بیاریم. نگاه کن ما الان می‌خوایم چیکار کنیم خارج قسمت به دست بیاریم. قشنگ گوش بده. ببین یک روشی از یه آقایی بود، اومد یه روشی رو در واقع ابداع کرد به نام هورنر. مثلا خود طرف اسمش هورنر بود. هورنر. خوب گوش بده. اینجا باش قشنگ. ببین حواست باشه. بعد قاطی نکنین. ببین میگفت یه جدولی بکش. خب بیا یه جدول میکشم. یه جدول این شکلی. یه جدول این شکلی میکشی. تو این محدوده‌ای که داری نگاه می‌کنی، کدوم محدوده؟ این محدوده. ببین تو این محدوده‌ای که می‌بینی، تو این قسمت جدول، بیا ضرایب، ببین خوب حرف منو تحویل بگیر، تو اون محدوده جدول بیا ضرایب چی رو بنویس؟ مقسوم رو بنویس. ضرایب مقسوم من چقدره؟ ببین ضریب این چنده؟ 1. ضریب این چنده؟ منفی 5. درست شد؟ ضریب این چنده؟ مثبت 6. نگاه کن ضرایب رو بنویس. نگاه کن 1 منفی 5 مثبت 6. درست شد؟ 1 برای چی بود؟ ریز اینجا می نویسم، برای ایکس 2 بود. منفی 5 برای چی بود؟ برای ایکس بود. مثبت 6 هم چی بود؟ عدد بود. درست شد؟ خب بعد ببین یه حرکتی می خوای بزنی، یه حرکتی میخواد. بس ببین تا الان من کاری انجام ندادم. این بالا اینجا نگاه کن،
اینجا من چی نوشتم؟ اینجا من ضرایب مقسوم رو من نوشتم. ضرایب مقسوم رو نوشتم. ببین یه حرکتی الان باید بزنی، مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار دادی، مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار دادی، ایکس شنبه دست اومد سه، ایکس شنبه دست اومد سه، اون سه رو اینجا بنویس. اون سه رو چیکار کن؟ اینجا بنویس. ایکس شنبه دست اومد سه، اون سه رو اینجا این بر جدول بنویس. این در واقع جواب ایکس مقسوم علیه. پس ببین در قدم اول یه جدول میکشی، تو این قسمت جدول ضرایب و عددای پشت مقسوم رو مینویسی، بعد اینجا تو این قسمت جدول کاری که انجام میدی مقسوم علیه تو مساوی با صفر قرار میدی، ایکسشو اینجا مینویسی، جواب ایکسشو، ایکس چند شده؟ ایکس شده مثبت 3، اینجا من مینویسم. بعد ببین حالا اینجا رو داشته باش، حالا اینجا رو داشته باش. ببین کاری که انجام میدی، کاری که انجام میدی، ضریب این چنده؟ 1. ببین خوب گوش بده، خوب گوش بده، ضریب این چنده؟ ضریب این 1. آقا این 1 بود، 2 بود، هر چی بود، اینو وردار بیار. چی؟ اینو وردار بیار پایین، اینو ورش دار بیارش پایین. این 1 بود، 2 بود، هر چی بود، اینو ورش دار بیارش پایین. عیناً خودشو اینجا بنویس. درست شد؟ عیناً خودشو کجا می‌نویسی؟ اینجا می‌نویسی. یعنی الان یک رو ور می‌داری کجا می‌نویسی؟ یک رو ور می‌داری اینجا می‌نویسی. یعنی الان پشت ضریب x2 5 بود، 5 رو اینجا بنویس. 7 بود، 7 رو اینجا بنویس. هر چی بود رو این پایین بنویس. خب که چی؟ نگاه کن، 1 رو اینجا بنویس. بعد ببین یه قلقی باید انجام بدی، یه روندی رو باید طی کنی. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. این 3 رو، این 3 رو، 3 که داری نگاه می‌کنی، 3 که داری نگاه می‌کنی، این 3 رو یه بار بیا ضرب در 1 کن. ببین این 3 رو بیا ضرب در این 1 کن، با این منفی 5 جمع کن. ببین این 3 رو بیا ضرب در این 1 کن، با این منفی 5 جمع کن. جوابشو اینجا بنویس. 3 ضرب در 1 چند میشه؟ میشه 3. 3 با منفی 5 جمع بشه میشه چند؟ منفی 2. آها جوابش شد چند؟ جوابش شد منفی 2. دوباره نگاه کن، دوباره این 3 رو ضرب در منفی 2 کن، دوباره این 3 رو ضرب در چند کن؟ ضرب در منفی 2 کن، با این 6 جمعش کن. دوباره این 3 رو ضرب در منفی 2 کن، با این 6 جمعش کن. ببین انگار این چیزی که می‌نویسی اینجوری میره، اینجوری میره، اینجوری جوابشو پایین می‌نویسی. 3 رو ضرب در منفی 2 می‌کنم، با این 6 جمع میکنم، جوابشو پایین مینویسم. 3 ضرب در منفی 2 چقدر میشه؟ میشه منفی 6. منفی 6 با 6 چقدر میشه؟ 0. ببین چه باحال شد. نگاه کن اینجا رو، اینجا رو نگاه کن. آقا اینایی که الان نوشتی چیه داستانش؟ همیشه یادت باشه عدد آخری که اینجا به دست میاری اسمش چیه؟ باقی مانده. عدد آخری که پیدا میکنی اسمش چیه؟ باقی مانده. حالا اینجا رو نگاه کن، اینی که اینجا به دست میاری اسمش چیه؟ خارج قسمت. آقا خارج قسمت یک منهای دوه؟ نه نه نه، یک منهای دو نیست. ببین اینجا x2 بود، اینجا x2 بود، یه دونه ازش کم کن اینجا بنویس، یک x. اینجا x به توان یک بود، ازش کم کنی خب چی نمیمونه دیگه؟ همون منفی دو میمونه. یعنی الان یک x منهای دو یا x منهای دو داره نقش چیو بازی میکنه؟ خارج قسمت. فهمیدی چی شد؟ میخوای یکی دیگه حل کنم با یه روش دیگه؟ گرفتیم بچه ها داستانو؟ آسون بود؟ خب بچه ها این روشی که الان به شما یاد دادم بهش میگن هورنر. خب روش هورنر، روش هورنر روشیه که در واقع تو تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای استفاده میشه و شما بدون انجام عملیات تقسیم میتونید باقی مانده و خارج قسمت رو به دست بیارید. خب سینا جان باید در واقع مجموعه هدف اینجا فیلم ها رو در واقع ادیت کنه، آماده کنه، که خب تعداد کلاس ها هم بالاست، یه مقداری وقت میبره، یه مقداری وقت میبره. خب بچه ها بریم ادامه سوالمون. من بازم از این هورنر حل میکنم براتونا.
بازم از این هورنره براتون چیکار میکنم؟ براتون حل میکنم. اگر موافق باشیم بریم ادامه سوالمون. بچه ها این هورنر رو شما میتونید تو این آزمونای نمونه دولتی و تیسوشان، خب سوال دادن راحت میتونید چیکار کنین، استفاده کنین. اصلا هم سخت نیست. باز من یه مثال میزنم براتون. خب فعلا این سوال پنجمون رو حل کنین. خب ببین، خوب گوش بده ببین چه سوالیه. آقا عجب سوالیه سوال پنج، نگاه کن. خیلی آقا پنج رو نگاه کن داشته باش. ببین توی سوال پنج برگشته گفته که مقدار ام رو، ببین گفته مقدار ام رو طوری به دست بیارید، مقدار ام رو طوری به دست بیارید که عبارت چی؟ نگاه کن، این عبارت 4x2 منهای 5x منهای ام، گفته مقدار ام رو طوری به دست بیار که این چیزی که الان داری نگاه میکنی 4x2 منهای 5x منهای ام به x منهای 1 بخش پذیر باشه. یه چیزی به یه چیزی بخش پذیر باشه. خب ببین تو تو سوم کودکستان بهت یاد دادن آقا 4x2 منهای 5x منهای ام وقتی میگه تقسیم بشه به x منهای 1 و کلمه بخش پذیر رو آورده، یعنی باقی مانده چند بشه؟ باقی مانده صفر بشه. وقتی کلمه بخش پذیر رو میاره یعنی باقی مانده صفر بشه. آها باقی مانده صفر بشه، منظورش اینه. میگه اگه 4x2 منهای 5x منهای ام رو من بیام به x منهای 1 تقسیم کنم، باقی موندهش باید بشه صفر. آقا الان آقای صفایی خواه یه روش یاد داد به من، گفت من چجوری سر باقی مونده رو به دست بیارم. مگه من نگفته بودم مقسوم علیه رو مساوی با چی قرار بده؟ مقسوم علیه رو مساوی با صفر قرار بده. آقا مقسوم علیه من چیه؟ ایکس منهای یکه. ایکس منهای یک رو مساوی با صفر قرار بده، ایکسش چند میشه؟ ایکسش میشه یک. مگه من نگفتم مقسوم علیه رو مساوی با صفر قرار بده، ایکسی که با حل معادله به دست میاری رو، اون ایکس رو اگه جایگذاری کنی داخل این عبارت مقسوم به تو چی میده؟ به تو باقی مونده رو میده. تموم شد و رفت. یعنی ریشه مقسوم علیه، یعنی مقسوم علیه رو مساوی با صفر قرار دادی، اون ایکسی که پیدا کردی بچا اسمش ریشه است. اون ایکس رو جایگذاری کنم داخل چی؟ اون ایکس رو من بیام چیکار کنم؟ جایگذاری کنم داخل در واقع مقسوم، مساوی با صفر باید قرار بدم. چرا؟ چون باقی مونده رو به من میده دیگه. باقی مونده مونم چقدره بچه؟ باقی مونده مونم برابر با صفره. پس الان x مساوی با 1 رو چیکار میکنم؟ جایگذاری میکنم داخل عبارت. آقا x مساوی با 1 رو اینجا جایگذاری میکنم. آقا 4 ضرب در x مون چنده؟ 1 به توان 2. منهای 5 ضرب در x مون چنده؟ 1 منهای m. آقا این باید مساوی چند باشه؟ خودش گفته باقی مونده مگه به تو نمیداد؟ باید بشه صفر. وقتی یک رو جایگذاری میکنی داخل عبارت مقسوم، چیزی رو که به تو میده چیه؟ باقی مونده است. باقی مونده صفر. تموم شد دیگه. آقا 4 منهای 5، 1 به توان 2، 1 4 1 4 تا منهای 5 منهای ام مساوی با صفر. ببین 4 منهای 5 میشه چقدر؟ منفی 1. منفی 1 منهای ام مساوی با صفر، از اینجا ام به دست میاد چقدر؟ منفی 1. تموم شد و رفت. من اومدم چیکار کردم؟ ببین اینو یادت باشه، تو مغزت فرو کن. مقسوم علیه رو مساوی با صفر قرار بدم، ایکسی رو که به دست بیارم اگر من این ایکس رو اینجا جایگذاری کنم، داخل مقسوم ایکس رو جایگذاری کنم، هر چی جوابش اومد بیرون اون میشه باقی مانده. حالا چون اینجا سوال گفته بود بخش پذیره، وقتی جایگذاری کردم مساوی چی قرار دادم؟ مساوی صفر قرار دادم، یعنی باقی موندهش شده صفر دیگه، بخش پذیر شده دیگه. خب باریکالله به من بگیم ببینم یاد گرفتین؟ به من بگیم ببینم یاد گرفتین داستانو؟ خب بریم سوال بعدی. بریم سوال بعدی. خب بریم بعدی. من یه چند تا هورنر اینا هم بهت میگم، نگران نباش. خب اینو الان با هورنر هم میتونیم حل کنیم ها.
اینو الان با هورنر هم میتونیم حل کنیم. ولی ببین الان اینو من یه چند دقیقه وقت میدم، زحمتشو بکش آقا، برای امتحان خارج قسمت هم لازم نیست. خب سروش من یه چیزی بگم، تو امتحان، خب تو امتحان پایانی، یعنی در واقع تو امتحان خرداد ما که اونجوری که بوش میاد امتحانای نهمتون انگار لغو کردن نهایی رو. ببین بحثی که هستش اینه که شما باید همین روش اولیه رو میرفتیم سروش برای تقسیم، روش اولیه رو باید بنویسی، هورنر بنویسی بهت گیر میدن، تستی هم بنویسی بخوای باقی مونده به دست بری بهت گیر میدن. باید اول بیای این روش رو بنویسی. باز ببین به معلمت بگو، بگو مثلا آقا ما میتونیم از این روش بریم، این روش اوکیه، نمره میدی؟ ببین چی، ببین چی میگه بهت. خب بچه ها اینو حل کنیم برای من، اینو برای من حل کنیم. x منهای 2x منهای 7 به 2x به اضافه 3 تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای، اینو برای من اوکی کنین، حل کنین. خارج قسمت شما هم بگین، باقی موندهش هم بگین. البته باقی موندهش رو سریع میتونین بگین دیگه با اون روشی که بهتون یاد دادم. خب باقی مونده منفی 28، باقی مونده منفی 28، خب مهتابم گفت باقی مونده منفی 28، ببینیم بقیه چی میگن. بچه هایی هم که دارن تو لایو و آپارات اگر نگاه میکنن هم حل کنن خیلی عالی میشه. ما روش اول نبودیم، روش اول رو خب آقا خوب گوش بده، دوباره تقسیم چند جمله‌ای به چند جمله‌ای، قشنگ گوش بده. x به توان 2 منهای 3 x به اضافه 7 پروانه گفت، یعنی x2 منهای 3 x به اضافه 7. خب نگاه میکنم پروانه، بذار ببینم، بذار حلش کنم. پس یادم باشه پروانه گفت x به توان 2 منهای 3 x به اضافه 7. خب ببین قشنگ گوش بده، دوباره تقسیم چند جمله، این سوال امتحان نهایی بوده توی استان هرمزگان بوده، سوال اومده، اومده گفته x. ببین اینو من با هورنرم حل میکنم برات، فقط نگاه کن. آقا سوال برگشته در واقع گفته که این عبارت رو، این عبارتی که داری نگاه میکنی و این عبارت رو بیا به x به اضافه 3 تقسیم کن. ببین تقسیم چند جمله به چند جمله ای تو روش اول، روش کتاب درسی، تو باید بیای کاری که انجام بدی اینه، باید بر حسب درجه بیشتر مرتب شده باشه. مرتب شده؟ آره آقا مرتب شده، بر حسب درجه بیشتر مرتب شده. x به توان 3، x به توان 2 که ندارم، x1 بعد تهش عدده، ته همه اینا عدده، اینجا هم که مخصومانه مشکلی نداره. ببین کاری که انجام میدی بیشترین توان، بیشترین درجه، بیشترین عبارت مقصوم رو، مقصوم علیه رو به مقصوم، به مقصوم، مقصوم رو به مقصوم علیه تقسیم میکنی. یعنی الان اینجا میام میگم x به توان 3 تقسیم بر x میشه x2. خوب گوش بده، خوب گوش بده، خوب گوش بده، خوب گوش بده. x به توان 3 تقسیم بر x میشه x2. اینجا چیکار میکنم؟ x2 رو کجا مینویسم؟ روش اولا خارج قسمت. پس ببین x به توان 3 به x تقسیم میشه، میشه x2. کجا مینویسم؟ خارج قسمت. خارج قسمت اینجا x2 رو مینویسم، درست شد؟ خب بعد کاری که انجام میدم این x2 رو باید بیام تو این و تو این ضرب کنم. x2 رو وقتی بیام ضربش رو انجام بدم، x2 ضرب در x میشه x3، قرینش کن منفی x3. x2 ضرب در مثبت 3، مثبت 3x2، قرینش کن منفی 3x2. خب x3 با منفی x3 ساده میشه. ببین یه منفی 2x دارم با منفی 3x2 دارم، تو رو خدا منفی 2x2 با منفی 3x2 با منفی 2x جمع و تفریق نمیشه ها. همینو بیا بنویس، منفی 3x2 رو بنویس، منفی 2x هم بنویس، کنار هم بنویس وقتی جمع و تفریق